باستاب حلاکت فخریزاده طراح کلاهک اتمی حلاکت سرتیب پاستار محسن فخریزاده در رسانه های بین المللی باستاب گسترده ای داشت رسانه های کشته شدن محسن فخریزاده رو ضربه سخت به تلاش های رژیم برای ساخت بمب اتمی ارزیابی کردند برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای امیر بلورچی پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران آقای بلورچی سلام به شما محبت کنین بگین که رسانه ها مشخصا روی چه نکته ای چه نکاتی انگوش بله. گذاشتن و اون رو روش تاکید کردن بفرمایید بله بله منحس المجموع چند مورد خیلی چشمگیر که همه در مایش متفق قول, بودن این بودی که اولا کشو شدن فخرزاده ضربه بسیار استراتژیک و مهلکی، نه تنها به برنامه تسلیحات اتمی رژیم بوده بلکه ضربه بسیار مهلک به لحاظ سیاسی و به لحاظ شکوندن اون اقتدار نمایی و یا اون نمایش هیبت و ابهتی که رژیم میآمد وارد کرده و در عین حال نکته دومی که بود همه عملا بلا استثنا در این متفق القول بودن که نقشی که فخریزاده در برنامه تسلیحاتی اتمی رژیم داشت متناسب و هموز با نقشی که قاسم سلیمانی مدوم در رابطه با سیاست های تروریستی و سیاست های جنگ قاسم... که توسط قاسم سلیمانی به پیش مرده داشت و اونا همتراز به لحاظ ضربه استراتژی که به رژیم وارد شد همتراز با حلاکت قاسم سلیمانی می دونستن. در اینجا اجازه بدید من یکی دو تا یا بیشتر از این مطالبی که روزنامه های آمریکا به این اشاره کردن براتون بازگو بکنم بله بفرمایید تشکر روزنامه نیویورک تایمز در روزی که مطابق کشته شدن فقیزاده در گزارشش نوشت روز جمعه محسن فخریزاده در حالی که با خودرو در, تح... در تردد بود در یک کمین هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد اطلاعات آمریکا و اسرائیل مدت هاست فخریزاده پشت برنامه های مخفی طراحی تراح... کلاهک اتمی رژیم است اوجگیری تنشا قبل از روی کار آمدن یک دولت جدید در آمریکا می روابط با تهران را به اندازه مسموم کند که مذاکره برای ابقای توافق یا سختتر کردن موارد آن غیر ممکن این یکی دیگه از مواردی بود که در اغلب گزارشات و تحلیل هایی که در این مورد بود به چشم خورد این بود که ارزیابی تاثیر این این واقعه در رابطه با اینی که صحبت هایی که میشه در صورت ریاست جمهوری آقای بایدن و تیم تیم سیاست خارجیشون چه تاثیراتی در رابطه با روند و خلاصه روی کرده این دولت جدید آمریکا در قبال رژیم خواهد بود یک متخصص امور ایران به نیویورک تایمز گفت سلیمانی و فخریزاده آرشیتکت های دو ستون سیاست امنیتی رژیم ایران بودند دو ستون سیاست امنیتی رژیم ایران بودند برنامه‌های نیروهای نیابتی و برنامه های اتمی رژیم هر دو به ایجاد زیر ها و توسعه این برنامه ها کمک میکردن شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گزارش کرد که روز جمعه محسن فخریزاده اصلی ترین نفر اتمی رژیم در تهران کشته شد او یک دانشمند معمولی نبود بلکه رئیس برنامه اتمی رژیم ایران و معروف به پدر بمب اتمی این رژیم بود این یک شکست عظیم این یک شکست عظیم برای برنامه اتمی ایران است و بعد از اینکه یکی از آخرین مجموعه حملاتی است که به قلب برنامه اتمی رژیم ایران ضربه زده است در همین رابطه روزنامه والستری جورنال طی مقاله مفصلی به نکته خیلی مهم اشاره کرد که اونم گفت که فخرزاده پدر برنامه اتمی رژیم ایران بوده و و کشته شدنش ضربه بسیار استراتژیکی بر پیکر برنامه اتمی رژیم خواهد بود واشنگتن پست هم به نوبه خود در گزارشی که نوشت مطرح کرد که محسن فخری زاده موتور محرک تلاش های رژیم برای ساختن بمب اتمی و تسلیحات اتمی در, در, دو, دهه ده پیش بوده و کشته شدنش ضربه بسیار مهلکی به این برنامه میزنه همچنین CNN گزارش کرد که اه اه این دستور دستور پنتاگون برای ارسال کشتی و ناو هواپیمر خودش به خلیج فارس متعاقب کشه شدن فخریزاده صادر شده نیویورک تایمز امروز گذشته در وبسایتش مقاله‌ای که در رابطه با دفن کردن جسد فخریزاده منتشر کرده بود اشاره داشت به حرفای ضد و نقی شرحای ضد و نقیزی که مقامات مختلف رژیم درباره چگونگی کشته شدن فخری زاده میدن و همچنین خبری که روز گذشته و روز پریروز خبرگزاری فارس سپاه منتشر کرده بود مبنی بر اینکه این یک صدای خودکار طریق ریموت کنترل و بدون که هیچ زاربی به طور فیزیکی در صحنه حضور داشته باشه باعث کشته شدن فخری زاده شده که با یک لحن تن نیوتامز نوشت به نظر می رسد این شرح جدید نحوه کشته شدن فخری زاده مبنی بر استفاده از ریموت کنترل که البته بلافاصله هم قابل تایید نیست نشان دهنده یک تلاش هماهنگ توسط دستگاه های امنیتی کشور در کنترل و مدیریت زیانهای سیاسی و اطلاعاتی به خاطر حقارت و حقارتی که ناشی از کشته شدن علی علنی فخری زاده اونم در روز روشن است گریبانگیر این دستگاه ها شده تلویزیون پی بی اس تلویزیون شبکه شبکه سراسری پی بی اس در آمریکا گفت که دیروز گفت بالاترین دانشمند اتمی ایران کشته شده و کارشناسان میگن که او اوپنهایمر برنامه اتمی رژیم و دانشمند ارشد هماهنگ کننده مدیر اون بوده خاطر نشان بکنم که روز واشنگتن پست یکی از مقالاتی که نوشته بود به فخرزاده به عنوان یک دانشمند برجسته امور اتمی ام ام اشاره کرده بود که بلافاصله انتخاب همچین تیتری مورد انتقاد شدید در فضای مجازی شد به این, به 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 این مبنی بر این استدلال که کسانی که برای یک رژیم فاشیستی و یک رژیم تروریست و ویرانگری مثل رژیم ایران کار میکنن همون که شبیه همون کسان دانشمندا به اصطلاح دانشمندا و پزشکانی که برای رژیم فاشیستی هیتلر کار میکردن بهشون دانشمند نمیشه گفت باشه به اون آدم های آدم کش و آدم های بسیار خطرناک و محلکی هستند که دانششون و خدمت خودشون رو در اختیار یک رژیم فاشیستی و یک رژیم مردمکش و تروریست قرار دادن در همین رابطه یکی از مقامات پیشین اطلاعاتی آمریکا به تلویزیون پی بی اس گفت که بسیار بسیار مشکلی که رژیم ایران بتونه فخری زاده رو جایگزین بکنه و این اثر بسیار مخرب روی توانمندی اونها برای برقراری مجدد برنامه تسلیحاتی اتمیشان خواهد بود این وقایع و نیز کشته شدن قاسم سلیمانی این پیام را به رژیم ایران میدهد که حساس ترین افراد و پرسنل این رژیم خارج از دسترس سرویس های امنیتی نیستند این می تواند به مقام های رژیم نشان بدهد که نباید برنامه مخفی اتمی و فعالیت های تروریستی خود را پیش ببرند یا رابطه گسترده ای را با القاعده حفظ بکنند تلویزیون سی هم در گزارشی که نوشته بود اه، اه، گزارش که داشت در مورد فخرزاده گفت که او فقط نفر ارشد برنامه اتمی تسلیحاتی اتمی رژیم ایران نبود بلکه آرشیتکت و پدر برنامه نظامی این رژیم هم به شمار میرفت که این کشته شدن این پیام را به رژیم ایران میرسونه که که می همه دانشمندان ارشد اتمی آنها را پیدا کرد و آنها را در روز روشن به حرکت رسوند در بعد اشاره میکنه که در همین سال جاری میلادی در همین ده ماهی که گذشته دو نفر از ستون و ارکانهای اصلی رژیم قاسم سلیمانی و فخرزاده کشته شدن و این دو هر دو ضربه بسیار بسیار مهلکی مهلکی بر رژیم ایران بر رژیم حاکم بر ایران هستش بله با تشکر از شما گفتگوی بود با آقای بلورچی درباره باستاب حلاکت فخریزاده در رسانه های جهان